میرسیم به قسمت آدیو. شما حالا چه آدیوتون رو ایمپورت کرده باشید، چه از طریق فایندر اینجا آورده باشید، چه از طریق فایل بروزر وارد کرده باشید، به هر صورت شما برای اضافه کردن فایلتون به پروژه بعد اونو داخل پروژهتون درگ کنید. موقعی که شما این کار رو انجام میدید، اجازه بدید من یه بار دیگه این کار رو انجام بدم. شما میدید نوشته میکس تو استریو یا ایمپورت آل تراکس. اگر فایل شما مولتی ترک باشه، یعنی فایل تو مثلا 5 تا کانال داشته باشه و سوراند باشه، میتونید بگید همه ترک هاشو بیار، یا اینکه من میگم میکس تو استریو چون یه دونه فایل فقط MP3 موسیقیه. حالا من اگه بیام توی قسمت آدیو، یه فایل صوتی دارم که اگه با هم گوش بکنیمش. در واقع مال این تصویره. اگر یه بار دیگه من اینجا اگه با هم ببینیم، در واقع فایل صوتی مال این تصویر بود، اونی که این صدا، اما صدای بالایی، صدایی که من میخوام باش کار بکنم. شما اگر نمیخواین از این فایل صوتی استفاده بکنید، میتونید اونو خیلی راحت آنچک بکنید و دیگه شنیده نمیشه. ما یه قسمت خیلی مهم دیگه صدا داریم که شما با زدن F6 یا از اینجا اگر تایمینگ پین رو بزنید به اسم آدیو ادیتوره. شما اینجا میتونید به عنوان آدیو اون رو ببینید. آدیو ادیتور شما کانال صوتی رو که شما انتخاب کرده باشید اینجا نشونتون میده. به خاطر همین خیلی مهمه که توی این قسمت آدیو اون کانال رو انتخاب کرده باشید که میخواید. مثلا همونجوری که شما اینجا میبینید، این یه ترک دیالوگه چون یه سری چیز این شکلی داره. من MP3 رو انتخاب میکنم و حالا اگر پلی رو بزنم میتونم بشنومش. شما توی موشن میتونید پن بزنید، چپ و راست، میتونید لولش رو زیاد یا کم بکنید و کی فریم بهش بدید و حالا خیلی چیزهای دیگه. یه کار خیلی جالب دیگه هم میشه با آدیو انجام داد که اونو توی قسمت behaviors خدمتتون میگم. یه نکته خیلی مهمم بهش توجه داشته باشید که اصولا موشن این افزار موشن گرافیک و تصویریه. به خاطر همین حتی‌المقدور کارهای صوتیتون رو توش انجام ندید. برای انجام کارهای صوتی طبیعتا ساوندترک نرم افزار تخصصی و خیلی بهتریه و یا حتی‌المقدور دیگه از فاینال کات استفاده بکنید. موشن واقعا نرم افزار تخصصی برای کار صدا نیست، ولی خب برای اینکه کار صداتون رو سینک بشنوید شما با تصویرتون و حالا تاثیر اون رو توی پروژهتون ببینید، برای پریویو کردن در حقیقت فایل‌های صوتیتون میتونید ازش استفاده بکنید.